سلام. خوش اومدید به بلاگ جدید ما. یه کار جالب میخوایم بکنیم. اسباب اساسی همون بالاخره داره از آلمان میرسه. گفتن که 10 روز دیگه مثلا میرسه تورنتو و باید بیاید ترخیصش بکنید و همه این چیزا. اما ما آپارتمانمون خیلی جا نداره. و اینکه خونمون رو سابلت کردی برای 8 ماه. الان خب 1 ماه و نیمش تقریبا گذشته. تا بیاد برسه میشه 2 ماه و میمونه 6 ماه دیگه و نمیارزه که ما وسیله‌ها رو بیاریم داخل خونه و دوباره اسباب کشی کنیم و سختی کنیم و اینا. ترجیح دادیم که یه استوریج روم بگیریم. مثلا اینا که پای سرمون میبینید. آره، ترجیح دادیم یه استوریج روم بگیریم، حالا اجارهش رو بدیم و سختی اسباب کشی دوباره به خودمون ندیم توی حالا هم الان هم 6 ماه دیگه میارزید برامون. حالا اومدیم ببینیم که توش چه شکلیه. آره بریم ببینیم انتخاب کنیم. یکی دو تا سایز رو ببینیم کدومش مناسب تره برامون. آره دیگه بریم بوک بکنیم و ان شاءالله که وسیله رسید مستقیم بذاریم اینجا. حالا هر چی نیاز داشتیم در میاریم، هر چی اضافه داشتیم دوباره می‌کنیم. اینا همشون استوریج روم های سایزهای مختلفه، بلوک های مختلف هم داره. خوبه هواش هم، یعنی دیگه خوبه، مشکل نداره. خب قبلی خیلی کوچیک بود، بریم بزرگترش رو ببینیم. آره خیلی کوچیک بود، اصلا باکس همون جانه بشت. حالا بریم خب بچه اینجا وسایل های انباری هم مثلا کارتون و این چیزها رو هم میفروشن، بابل رپ، یه چیزایی که مخصوص بستن پکیج هست هم دارن که کسی اگه میخواد وسایلشو بذاره داخل استوریج رومش بتونه ببنده، حتی آپشناله. خب بچه ها این خانم کیزه یا که مسئول اینجا بود امروز خیلی هم راهنمایی کرد و کمک کرد، گفت که این دو اتاق بهمون نشون داد همونجور که دیدین، یه 5 فوت در 5 فوت میشه تقریبا کمتر 2 متر، شاید هم میخوره بیشتر از 2 متر، خیلی کوچیک بود در صورت، ولی یه 5 در 10 دیدیم، یعنی 5 فیت در 10 فیت که اون اندازه وسایلمون میشه. حالا بارامون باید تازه برسه، بعد از گمرک رد بشه، برم تورنتو ترخیصش کنم، بعد شرکت باربری کانادایی که طرف قرار داد اون شرکت باربری آلمانی بود برامون بیاره به واترلو. به همین دلیل خیلی از برنامه از دست ما خارجه، ولی گفت من به مدت 2 هفته برای شما رزرو میکنم اینجا، شما هم دلیل نداره الان مثلا قرارداد ببندید و این چیزا، هر موقعی که اومدید قراردادتون شروع میشه، هزینه رو موقع شروع میکنین پرداخت کردن. روزی هم که بیاید میایم قشنگ نشونتون میدیم. مثلا این ماشینی که اینجا گذاشته جلوی یک چیزی هست به نام لودینگ بی، یعنی بی یعنی خلیج. خب بعد لودینگ بی یعنی یک جایی که شما میتونید آفلود یا آنلود بکنید، یعنی میتونید وسایل رو آف از ماشین ببرید پایین یا آنلود بکنید. حالا تو آلمانی میشه نمیدونم آوسلود و آفلود و آنلادن اینا، حالا در واسه خودم میگم. در هر صورت آره یه ببینیم کی ترخیص میشه از گمرک، کی میرسه تورنتو، کی ترخیص میشه، کی میتونیم بیاریمش بیرون، کی شرکت باربری میاره. احتمالاً تو 2 هفته آینده شروع میشه قراردادمون. آفرشون هم بگوشه. آره قراردادش گفت که تخفیف دانشجویی نداریم، اما شما اگر بیشتر از 2 ماه بخواید بمونید ما چیز میکنیم، ما ماه اول بهتون مجانی میدیم. خوبیه اینجا اینه که برخلاف خیلی جاهای دیگه قرارداد سالیانه باهاتون نمیمنده که ماهیانه است. آره که مجبور باشید مثلا یه تعداد ماه رو اینجا باشین، قراردادش ماهیانه هست. و خب اگر یه نفر بخواد 1 ماه بگیره میگه من 2 ماه یا بیشتر میمونم،
یا ما مجانی میگیرم یا ما هم بیشتر میمونه. این تریک در اصل مارکتینگشون هست، چون افراد وقتی میبینن که چقدر کانوینینت هست، چقدر راحته که بیان و وسایلشون اینجا بذارن، آمار نشون میده سلف استوریج یونیتا، مثل اینا بهش میگن استوریج یونیت، ولی سلف استوریج یعنی خودتون میتونید همیشه دسترسی داشته باشین بهش، خیلی 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 زیاد بیزنس های پرسود و درآمدی هستن. یکی از دلایلش اینه که افراد خیلی کم کنسل میکنن و از همین تریک های مارکتینگ اینجوری که حالا تو بیا یه ما مجانی بدین دو ما باش و این چیزا استفاده میکنن که مشتری ها رو پیش خودشون نگه دارن. حالا ما که درس لازم داشتیم، ان شاءالله که خدا به همتون خونه های بزرگ و فراخ بده که بتونید همه وسایلتون تو خونه بذارید، به ما هم بده حالا یه خورده استیبل تر بشیم، اونا رو هم میگیریم ان شاءالله. آقا جالب بود، در هر صورت این استوریج رومر جالب بود. گفتم یه چیزی بگم، اینایی که اینجا دیدیم خیلی سایزشون بزرگه، مثلا قد اینا ماشین توش میره. آره مثلا قد خونه ما هست، این واحد آپارتمانی ما هست. ما اول فکر کردم اینجاست، ولی داخل هوا هم خوبیه. خوبیش هست اینه که ما بخوایم هی وسایلمون رو جابجا بکنیم، نباید یخ بزنیم توی مثلا هوای زمستون یا تابستونش. خب این خیلی به نظرم گزینه خوبی بود و جالب بود دیگه. در هر صورت به نظرم اکسپریانس جالبی بود. حالا امیدواریم که وسایل اون اول سالم برسه، بعد بیاریم بزنیم اینجا و بقیش میشه بجا. به کانادا border patrol services، یعنی سرویس های مرزی کانادا. اینجا این سرویس های مرزی کانادا اینجا این سرویس های مرزی کانادا اینجا فرودگاه هستیم. خیلی من هم داره باز میبنه و اینجا الان فرودگاه تو رزوه هم داره تو پیرسن ایرپورت و وسایل مون رسیده و من داره این برمان داره کنم تو ماشین یادمون نفت و داره که برنامی بریم تو ترخیص کنیم تا ایشان ها شرکت باشه کرد و اون سر برمون بیاد. خب بعد از یک ساعت کوبیدن از واترلو اومدن به فرودگاه تورنتو و خب دیگه حالا امید داشتیم که الان تموم میشه، انگار این قضیه بارا تا ما رو نکشه بلکن نیست. ما گفتن در ربع ساعت بیشتر طول نمیکشه، میرین تو این ساختمون CBSA یا Canada Border Services Agency، یعنی همون دیگه سازمانه نمیدونم چیه مرزهای کانادا، و اونجا بارتون رو ترخیص میکنین. حالا خوشبختانه اون بند خدایی که اونجا بود گفت که من ازتون پول نمیگیرم، یعنی گمرک شارژتون نمیکنم چون مسائل شخصی بوده و اعتماد کردم بهتون و فلان و اینا، اما نشد دیگه. اومد همه کاراشو انجام داد، به ما اعتماد کرد، بعد گفت که تو سیستم زده که بارتون نرسیده به انبار. گفتم خب این شرکت باربری من گفته برید بگیرید، بود من نمیتونم کاریش بکنم. گفتم حالا شما مثلا این اطلاعات ما رو اینجا داری، بعدا تو سیستم وارد کن، ما نخواهیم دوباره بکوبیم از واترلو پاشیم بیایم. گفت که نه این کارم نمیتونم بکنم، زنگ بزن ببین چرا تو انبار نمیدونم یا نیست یا اینکه سیستم نشون نمیده و اینا درستش بکنن و اینا دیگه. هرچی تماس گرفتیم به اون شرکت الان پاسخگو نیست، به ما گفته که تا ساعت 8 شب یعنی 11 دقیقه دیگه منتظر خبر ما میمونه، ولی الان بهش زنگ زدم ایمیل زدم جواب نمیده و بریم حالا فعلا داریم از گرسنگی میمیریم، بریم یه چی پیدا کنیم بخوریم بریم توی این فاصله. یه چیز دیگه هم اگه ما نمیتونستیم از داخل این ساختمون فیلم برداری کنیم، افرادی که داخل هستن و مسئول هستن حالت پلیس تور دارن و پلیس مرزی هن. آره پلیس مرزی هن و همشون جلیقه های ضد گلوله تنشونه و دیگه مثلا از این چیزای چیچی برقی ها چیچی بهش میگن شاکرا دارن و خلاصه یه سیستم چیزیه دیگه، قشنگ مرزی پلیسی و یکم میام گمرکه دیگه، رسما گمرکه، یعنی خب پلیس داره و قشنگ میپرسن چی آوردی چی بردی وسیله نو تو چیه. گفتیم ما نمیدونیم اینا، خیلی یادمون نیست. گفت ببین من نمیخوام چارج کنم، من بگو وسیله نو تو چیه. گفت بابا جون یه کفش رو خریدیم روز آخر، نه قابلمه یا ما داریم این تو این نوعه. خلاصه که یه کمی حالت جدی داره
حالا کارمون که نشد بریم ببینیم توی 10 دقیقه میشه یا نه، اگه نشه که میریم یه روز دیگه میای. سلام مجدد به تک تک تو. ما بعد از فکر کنم 4-5 روز دوباره که دیگه مطمئن شدیم بار اومده و اینا صحبت کردیم با شرکت، اومدیم فرودگاه. آره یه واقعا زایش داریم به معنی واقعی کلمه و الان داریم میریم به سمت همون گمرک دوباره. الان توی محبت فرودگاهیم، میریم ببینیم امشب آزادش میکنن یا نه. دیگه من راستش دیگه نامی چودم از این با، فقط نگران فرشم هم و همین. بریم ببینیم بالاخره این بارا رو به ما میدن یا نه. سلام علیکم، اومدیم در ادامه داستان. بارمون رسیده واترلو، ما قرار بازیم خونه که دوستان همطور که براتون توضیح دادیم، فکر میکنم براتون توضیح دادیم. الان میریم خونه شون چون الان بار از تورنتو میرسه و جالب بدونید که مثلا الان یک هفته تعویض از یک هفته تاخیر هم داره که داره میرسه. نمیدونم چرا به حدی شد که ما بهتون ایمیل زدیم گفتیم ما نگران بارمون هستیم چیکارش کردیم کوردینیش نا سریع جواب داد و براتون میفرستیم و قرار نبودم و صبح بیاد یعنی گفتیم نیاد ولی اومد. حالا میریم چیز کنیم بزن خونه دوستمون، یعنی میاد اونجا و اینکه امیدواریم که فرش سالم باشه. من خیلی نگران هیچ چیز نیستم غیر فرش، فقط امیدوارم سالم باشه. اینجا تمیز شد وسایلمون رو بذاریم اینجا بعد میبریم یه جای دیگه. شغل شریف جارو کشی. چی اینجا گذاشته؟ آقای چار داره که نه رد میشه از کنار این. حالا ما میگیم بسا ماشین رو تکون میدیم که نه من رد میکنم. خلاصه که الان آقا نیا بهت گفتیم وایسا برو. آقای لجباز بهش گفتیم بیا برو بیرون، نرفت اومد عقب‌تر. آره منفی 4 درجه است. اینجا رو هم تمیز کردیم، جارو هم کردیم که وسایل رو بذاریم اینجا و بعدش ببریم بذاریم جای دیگه. چه حسی داریم؟ خدا رسید، یعنی فرشمون چی شده؟ نگران فرشی. خب فرش الحمدلله خیلی آسیبی ندیده، خوشحالم.
خب وسایل رو هم خالی کرد، دستش درد نکنه، چک و تنها دستنها دیگه بارا رو تحویل دار، برگه ها رو امضا کردیم، همه چی سالم بود خدا رو شکر، حالا دیگه داره میره. بالاخره رسید. سالم رسید، از همه مهمتر فرشه خراب نبود، معلوم بود سالمه. آره خدا شکر. خیلی خوشحالیم رسیدش. حالا باید دوباره تو خونه دوستامونه، باید بیاین دوباره رپشون کنیم، بعضیشون رو باز کنیم و ایشالله که به خیر خوشی استفادهش کنیم دوباره. مرسی که تا اینجا دیدین، دمتون گرم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا قوت های اسباب کشی داشتیم. حس قریب اما حس نزدیکیه، همین سه آره. سال پیش بود که کامیون همینجوری اومد و اینجا پارک کرد و برد برامون توی چیستی پارک. دقیقا همین روزا بود، یعنی آخرای دسامبر سال 2018 بود، الان هم آخرای دسامبر سال 2021 بود، سه سال گذشت و علی و مصطفی اومدن از عراق و ترکیه، کرد ترکیه اومدن برامون فرستادن. خیلی آدم های نایسی بودن، خیلی آدم های خوب بودن. انشالله که سالم برسه. انشالله خب وارد خونه شدیم، البته هنوز یه حالم آشغال باشغال تو خونه هست ولی دیگه واکسا نیستن. خالی شد، خالی شد.